ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران سه‌شنبه 22 فروردین آغاز شد و شنبه 26 فروردین به پایان رسید. در این مدت 1636 نفر ثبت نام کردند و اکنون شورای نگهبان در حال بررسی پرونده‌های ثبت نام کنندگان است تا فهرست نامزدهای نهایی را اعلام کند. اصلاح طلبان که 4 سال پیش به حمایت از نامزد میانه رو حسن روحانی پرداخته بودند، بار دیگر از نامزدی او برای دور دوم ریاست جمهوریش استقبال کردند. بزرگترین موفقیت آقای روحانی در دوران ریاست جمهوریش توافق هسته‌ای بود. او در این باره میگوید: حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل سیاسی و داخلی و اقتصادی ملت ایران خواهد بود. و هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، اونها نمی توانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند. اصولگرایان برخلاف اصلاح طلبان هنوز متحد نشدند. از شخصیت‌های مشهور اصولگرایان برای انتخابات پیش رو ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، معاون پیشین قوه قضاییه و دادستان ویژه روحانیت است. به نظر می‌رسد آقای رئیسی مهمترین رقیب حسن روحانی در انتخابات پیش رو باشد. مردم سوال می‌کنند چرا بیکاری؟ مردم نگران کسب و کار و رونق کسب و کارند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نیز دوباره ثبت نام کردند. برخی بر این باورند که از آنجا که آقای احمدی نژاد برخلاف توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کرده، احتمالاً صلاحیت او توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر عرصه رویارویی دو جریان عمده سیاسی یعنی جریان اصلاح طلب و اصولگرا شده است. هرچند چهره‌های ثبت نام کننده باید از امروز در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت خودشان باشند. شورای نگهبانی که پیش از این چهره‌های مطرح سیاسی را به دلیل عدم احراز صلاحیت از حضور در انتخابات باز داشته بود. جواد منتظری، یورو نیوز، تهران.